یه جزیره وجود داره توی اقیانوس آرام که تمام کسایی که توش زندگی میکنن زن هستن. شایعه هستش که این زنها به صورت ابدی زندگی میکنن. دوتا مرد میرن به این جزیره تا این جزیره رو پیدا کنن و راز جاودانگی این زنها رو بفهمن. آیا اونها موفق میشن؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. شایعه که از اینه که یه جزیره توی اقیانوس آرام جنوبی وجود داره که تمام جمعیتش رو زنها تشکیل میدن. مردم اسم جزیره رو گذاشتن جزیره باکره و باور دارن زنای این جزیره به خاطر یه دونه مرموز 10 برابر دیرتر از بقیه انسان‌ها عمر می‌کنن. به خاطر همین خیلی‌ها می‌خوان که مکان این جزیره رو پیدا کنن. یکی از این آدما آقای سانگه. اون می‌خواد که جاودانه بشه. پس افراد حرفه‌ای و کاشف‌ها رو فرستاده برای پیدا کردن این جزیره. یه جای دیگه ونگ، شخصیت اصلی فیلم، به اخبار مربوط به آقای سانگ گوش میده. اون داره کلی پول خرج می‌کنه تا جزیره رو پیدا کنه. توی اخبار روی مرموز بودن جزیره تاکید میکنن و میگن که هیچ کدوم از افرادی که در جستجوی این جزیره بودن زنده برنگشتن. تا الان فقط یه نفر پا به این جزیره گذاشته. یه کاشف معروف به اسم لی. لی کسی نیست جز پدر ون که هیچ وقت از جزیره برنگشت و هیچ پیغامی برای دنیای بیرون یا پسرش نفرستاده. شایعه شده که لی مجذوب زیبایی‌های جزیره شده و تصمیم گرفته برای همیشه اونجا بمونه. ون که تصمیم گرفته پدرش رو پیدا کنه، وارد سفر اکتشافی آقای سانگ میشه و میره سمت ساحل تا سوار کشتی بشه. اونجا با یه دوست آشنا میشه به اسم هیان وو که ادعا میکنه که یه دریانورد ماهره و به تازگی از یگان نیروی دریایی سومالی فارغ‌التحصیل شده. بعد از آماده کردن همه چیز، ونگ و هیان سوار کشتی میشن و درست قبل از این که حرکت کنن یکی از افراد آقای سانگ میاد و بهشون یه رادیو به GPS میده. بعد از یه مدت بالاخره حرکت میکنن و ماجراجوییشون شروع میشه. اوایلش خیلی امیدوارن ولی بعد از 2 ماه سرگردونی هر دوشون بدبین میشن. ذخایر غذاشون هم تموم شده، واسه همین دعا میکنن که سریعتر به جزیره برسن. یه روز وقتی که به خاطر خراب بودن GPS اعصابشون خورده، چند تا پرنده نزدیکشون میشن. ون که دراز کشیده چیز خیس روی صورتش احساس میکنه و وقتی بوش میکنه میفهمه که مدفوع مرغه. چی بگم؟ بگم این نشون میده دارن به یه جزیره نزدیک میشن. ونگ با دوربین نگاه میکنه تا مطمئن بشه و این خبر خوب رو با دوستش در میون میذاره. متاسفانه به خاطر امواج بلند دریا نمیتونن که اونجا لنگر بندازن و مجبورن که تا ساحل شنا کنن. توی سکانس بعدی وقتی که دوتاشون کنار ساحل بیدار میشن، متوجه میشن که ارتش زنها اونا رو محاصره کردن. در حالی که هنوز کاملا به هوش نیومدن، ونگ ازشون میپرسه که آیا اینجا جزیره باکر است یا نه، که اونا فقط زل میزنن و جوابی نمیدن. بعدا اون دوتا رو میبرن به کمپ برای بازجویی. طبق معمول هیان اعتماد به نفسش میره بالا و سعی میکنه با قلدری با زنها حرف بزنه، ولی با چوب کتکش میزنن. به خاطر این اتفاق پسرا رو توی قفس چوبی زندانی میکنن. در این حین رهبر زنها که بهش میگن پدر سالار، حالا شاید هم بشه بهش گفت مادر سالار، به پسرا نزدیک میشه و باهاشون حرف میزنه. مادر سالار میگه که توی 500 سال گذشته فقط چند نفر انگشت شمار تونستن که وارد جزیره بشن، که همشون هم کاشفهای با تجربه بودن. هیان باورش نمیشه که سنشون انقدر بالا باشه و به شوخی میپرسه واقعا جاودانه هستن یا نه. مادر سالار و افرادش اونا رو تنها میذارن و میرن سراغ کار و زندگیشون. وقتی اونا دور میشن، ونگ چاقوی مخفیش رو در میاره و با هیان نقشه فرار توی نیمه شب رو میکشن. نقشهشون جواب میده و از زندان آزاد میشن. ونگ تصمیم میگیره که بره توی روستا دنبال سرنخ بگرده، در حالی که هیان میره دنبال راه فرار از جزیره بگرده. سکانس بعدی هیان رو نشون میده که داره توی جنگل دنبال راه فرار میگرده، در حالی که ونگ به روستای زنان میرسه و وارد یکی از کلبه‌ها میشه. معلوم میشه که زنها جنگل رو تله‌گذاری کردن و هیان توی همه‌شون گیر میفته. اول میفته داخل چاله، بعد یه تیر چوبی میخوره توی کمره و واسه اینکه بدشانسیش کامل بشه چند تا نارگیل هم میفته روی سرش. در همین حین مویان یه دختر معمولی و بیگناه از قبیله زنان و خواهرش مون وارد کلبه میشن که ونگ مخفیانه وارد شده بود. در کمال تعجب کلبه محل حموم کردن جزیره‌نشین‌هاست و وقتی که مویان شروع میکنه به در آوردن لباس‌هاش و برای حموم آماده میشه، ونگ سعی میکنه که مخفیانه از اتاق خارج بشه. متاسفانه خواهر مویان مچش رو میگیره و ولش نمیکنه. ونگ سعی میکنه به دختر رشوه بده، اما اون فریاد میزنه و تمام زنای قبیله رو خبردار میکنه. ونگ از ترس جونش فرار میکنه و زنها با نیزه میافتن دنبالش. تمام تلاشش رو میکنه اونا رو بترسونه ولی بالاخره گیر میفته. توی اتاق محاکمه مادر سالا به ونگ میگه که فرار از زندان توی فرهنگ اونها یه گناه به حساب میاد و مجازات مرگباری داره. درست همون لحظه هیان آشولاش وارد اتاق میشه تا دوستش رو نجات بده. اون ادعا میکنه که یه سرباز ماهره که مبارزه هم بلده، ولی زنها که اعصابشون از دروغهای هیان خرد شده یه بار دیگه کتکش میزنن. حقت خدا وکیلی. زنهای قبیله باور دارن که اگه یه مرد اونا رو لخ ببینه زشت میشن. به خاطر همین میخوان ونگ و دوستش رو اعدام کنن. ولی قبل از آماده شدن برای مراسم اعدام، مادر سالار کنجکاوه که بدونه چرا اومدن به این جزیره.
ونگ میگه اومده که پدرش رو پیدا کنه که 10 سال پیش اومده به این جزیره. مادر سالار در کمال تعجب میگه که پدر ونگ رو ملاقات کرده ولی اونم داره دنبالش میگرده. در ادامه میگه اگه یه بار دیگه پدرش رو ببینه اون رو میکشه. با گفتن اینا مادر سالار دستور میده که زندانی ها رو ببرن کنار درخت مقدس و اونجا کبابشون کنن که بخورنشون. نمیدونم که آپلود منو توی کانال پارسی تیوب سریز یا همون برای سریال دیدین یا نه. همین چند ساعت پیش منتشر شد، حتما برید ادامه‌شو توی کانال سریال نگاه کنید. به کانال سریال پارسی تیوب هم حتما سابسکرایب کنید. بریم و ادامه ویدیو رو با هم تماشا کنیم. هیان التماس میکنه که من مویان رو لخت ندیدم پس منو آزاد کنید. ولی فایده نداره. پسرا رو میذارن توی دوتا بشکه جدا تا خودشون مقدمات کباب رو آماده کنن. هیان میترسه چون دارن اونا رو قبل از کباب شدن تمدار هم میکنن. ولی یهو مویان میاد تا با کسی که یواشکی نگاهش کرده روبرو بشه. اون سر ونگ داد میزنه و بهش میگه که برای برداشتن نفرین زشت شدن مجبوره که ونگ رو بکشه. درست وقتی که به نظر میرسه میخواد با چاقوش ونگ رو بکشه، به جاش تناب رو پاره میکنه. قبل از اینکه دوتاشون فرار کنن، مویان معصوم میگه که از ونگ متنفره ولی با این حال نمیخواد کسی به خاطرش بمیره. متاسفانه پسرا از راه جنگل میرن و میافتن توی تله های جنگل. صبح روز بعد ونگ و هیان دوباره دستگیر میشن و در مقابل درخت مقدس بسته میشن. خانم آتیش رو روشن میکنن و مواد اولیه مختلفی رو آماده میکنن تا پسرا رو طعمدار کنن و اونا رو بعد از کباب شدن بخورن. ولی این اتفاق نمیفته چون چانهوا یکی از زنای قبیله توی دریا داره غرق میشه. وقتی که زنا میرن سمت ساحل، پسرا از فرصت استفاده میکنن تا با آتیش تنابها رو بسوزونن و فرار کنن. با موفقیت فرار میکنن ولی حواسشون نیست که درخت مقدس رو آتیش زدن. در همین حین زنها دارن غرق شدن رفیقشون رو تماشا میکنن و گریه میکنن. پسر آمادن تا از این حواس پرتی استفاده کنن و از اونجا فرار کنن. توی لحظه آخر ونگ نظرش عوض میشه و تصمیم میگیره که به دختره کمک کنه. ونگ بدون در نظر گرفتن زمانی که جزیره نشین ها میخواستن اون و دوستش رو بکشن، به ساحل میره و در اقیانوس شنا میکنه و چانهوا رو نجات میده. بعد از اینکه میاردش به ساحل، هیان سری وارد عمل میشه و روی چانهوا CPR انجام میده. خوشبختانه چانهوا دوباره نفس میکشه و زنده میمونه. زنها به خاطر شجاعت پسرها رو تشویق میکنن. بعدم ونگ و هیان رو دوباره میبرن پیش مادر سالار. چانهوا از رهبرشون میخواد که پسرها رو ببخشه چون جونش رو نجات دادن. چانهوا همین الان هم کمی به هیان علاقمند شده. مادر سالار داره به بخشیدن پسرها فکر میکنه که بهش خبر میدن که درخت مقدس آتیش گرفته و نابود شده. بعد از اینکه میفهمه که ونگ و هیان مقصرن، اون تصمیم میگیره که سریع اعدامشون کنه. ولی مویان و چانهوا ازش میخوان که یه فرصت آخر بهشون بدن. در نتیجه مادر سالار بهشون 3 ماه وقت میده که درخت رو مثل روز اول کنن. اما اگه که درخت مثل روز اول نشه اونا کشته میشن. روز بعد ونگ و هیان تلاششون رو میکنن تا سیاهی درخت رو از بین ببرن و بهش آب بدن. حالا جالب اینجاست دارن با سرم بهش آب میدن. با گذشت زمان پسرا به زنای قبیله نزدیک میشن و توی زندگی روزمره کمکشون میکنن. با کمک ابزارها و تکنیک های مدرن، ونگ و هیان ماهیهای بزرگ صید میکنن و بهشون یاد میدن سبزیجات بکارن. در همین حین چانهوا داره تلاش میکنه که توجه هیان رو جلب کنه و هر روز براش گل و قهوه میبره. یه روز وقتی که ونگ سعی میکنه سیگنال GPS رو پیدا کنه، میبینه که یه مار داره به مویان نزدیک میشه. سری میره و نجاتش میده. وقتی که توی اون حالت رمانتیک دراز کشیدن، مویان میگه که اون مار حیوان خونگیش بوده. روز بعد ونگ و هیون خوشحال میشن که درخت مقدس در حال جوانه زدن هستش. بعدن همون شب همه زنای جزیره با پسرها جشن میگیرن و با هم دیگه میرقصن. ونگ متوجه رقصیدن مویان میشه و یادش میمونه که ارزش زندگی مربوط به مدت زمانش نیست، بلکه مربوط به چیزیه که با تمام زندگیت ازش محافظت کنی. اون با خودش فکر میکنه که خوش شانسه که مویان رو پیدا کرده چون میخواد از مویان و قبیلهش محافظت کنه. بعد از چند وقت مویان با ونگ راجع به تاریخچه قبیلهش حرف میزنه. مویان میگه که سالها پیش قبیله از زنا وجود داشتن به اسم قبیله جادوگران که اونا از طریق بکرزایی تولید مثل میکردن. حالا من نمیدونم منظورش از این بکرزایی چیه، یعنی خودشون با خودشون تولید مثل میکردن. بین انسانهای اولیه اونا به طبیعت نزدیکتر بودن و در نتیجه مسئول نگهداری از دانه‌ای به اسم یوان هستن که راز زندگی درونش نهفته است. هدف این قبیله محافظت از تعادل بین طبیعت و زندگی بوده. با گسترش قلمرو انسان‌ها، آتش اونا برای کشتنشون بیشتر میشه و بالاخره از وجود دانه یوان خبردار میشن. در نتیجه به قبیله جادوگران حمله میکنن. رئیس قبیله برای محافظت از دونه، اون رو به جوان‌ترین دختر قبیله میده و ازش میخواد که از اونجا فرار کنه. اون دختر شاهد به قتل رسیدن کل خانواده‌اش بوده ولی همونطور که بهش گفتن از اونجا فرار میکنه. یکم بعد توی جزیره متروکه بیدار میشه، میبینه که دونه داره جوونه میزنه و جزیره متروکه بعد از اون پر از زندگی میشه. کم کم اون دختر بزرگ میشه و قبیله
قبیله جدیدی از جادوگران توی این جزیره تشکیل میشه. مویان میگه که اون دختر جوان کسی نیستش جز مادر سالار و تمام اعضای قبیله از نوادگان قبیله جادوگران هستن. صبح روز بعد مویان ونگ رو به مکانی میبره که آخرین بار پدرش رو دیده. اونجا ونگ دفتر خاطرات قدیمی پدرش رو پیدا میکنه که توش راجع به قبیله جادوگران نوشته. پدرش داخل دفترچه نوشته که به دلیل خونگرمی، مهربانی و سادگی و احترامی که به زندگی داشتن، دلش نمیخواسته که این جزیره و زندگیشون رو براشون خراب کنه. بنابراین هیچ وقت گزارش نکرده که اون رو پیدا کرده. به این امید که قبیله و اسرار زندگی اونها از طمع انسان‌های مدرن دور بمونه. در پایان دفترچه خاطراتش نگرانی خودش بابت ونگ رو ابراز میکنه و امیدواره که پسرش بابت تصمیماتی که گرفته اون رو درک کنه. توی سکانس بعد ونگ میفهمه که باید چیکار کنه و رتیاب جی پی اس رو نابود میکنه. ولی قبل از اینکه اون و هیان برن، یه صدای بیپ از جی پی اس میشنون که نشون میده که دستگاه هنوز کار میکنه. پس آقای سانگ از موقعیت جزیره باخبر میشه. پسر با عجله میرن سراغ مادرسالا و بهش هشدار میدن که جزیره رو ترک کنه، چون آقای سانگ و افرادش دارن میان سراغ اون دونه. ولی به جای اینکه جزیره رو ترک کنن، اونها نقشه میکشن تا افراد سانگ رو اقفال کنن و دونه دونه بتونن اینجوری از شرشون خلاص بشن. خیلی زود آقای سانگ و افرادش میرسن به جزیره. آقای سانگ به 4 نفر از افرادش دستور میده که برن داخل جزیره اونجا رو بررسی کنن. اون 4 نفر میرسن به جزیره ولی از دیدن این همه زن زیبا شگفت زده میشن. زنها طبق نقشه اون 4 نفر رو مست میکنن و با موفقیت بیهوششون میکنن. وقتی که از افرادش خبری نمیشه، آقای سانگ خودش وارد جزیره میشه و بررسی رو شروع میکنه. ونگ و هیان بهش خوش آمد میگن و سعی میکنن متقاعدش کنن که اینجا جزیره باکره نیستش. ولی آقای سانگ خنگ نیستش و به افرادش دستور میده که همه زنا و اون دو تا پسر رو دستگیر کنن. بعد پدر سالار رو تهدید میکنه و راجب راز زندگی ازش سوال میپرسه تا بتونه مثل اونا جاودانه بشه. وقتی پدر سالار مخالفت میکنه، آقای سانگ تهدید میکنه که مون رو میکشه. در نتیجه زنای قبیله با اکراه آقای سانگ و افرادش رو به جایی که دانه یوان رو مخفی کردن راهنمایی میکنن. ولی سر راه چان هوا یه نفر رو بیهوش میکنه. پس کل قبیله شروع میکنن به مبارزه کردن. همزمان آقای سانگ به همراه ونگ از اونجا فرار میکنن. سانگ ونگ رو مجبور میکنه که یه بمب ساعتی بپوشه. بعد تهدیدش میکنه که اگر که راز زندگی جاودانه رو بهش نگه، بمب رو فعال میکنه. همون لحظه هیان همراه زنای قبیله سر میرسن و آقای سانگ رو گیر میندازن. ولی در حین این کار آقای سانگ دکمه رو فشار میده و شمارش معکوس 30 ثانیه روی بمب فعال میشه. توی اون زمان کم ونگ میفهمه که باید یه فداکاری بزرگ انجام بده. واسه همین تنهایی میده به سمت دریا. موقع دویدن کلی فکر به ذهن ونگ خطور میکنه. بعد از تمام تجربیاتی که با قبیله زنان داشته، بالاخره فهمیده که ماموریت اونها حفظ تعادل بین طبیعت و زندگیه. ونگ حالا فداکاری که پدرش در اون زمان انجام داده رو درک میکنه. حالا اون هم باید همون فداکاری رو برای محافظت از قبیله انجام بده. چند ثانیه بعد بمب داخل دریا منفجر میشه. با دیدن این صحنه مویان فریاد میزنه و بقیه هم به خاطر مرگ کسی که فداکاری بزرگی کرده گریه میکنن. صحنه سیاه میشه و بعد از اسم عوامل فیلم، ونگ به طور معجزه‌آسای بیدار میشه. طوری که انگار جادوی جزیره به خاطر فداکاری ایساری که انجام داده اون رو به زندگی برگردونده. خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت برای حمایت فراموش نشه. سابسکرایب و دکمه زنگوله رو بزنید که ویدیوهای هر شب رو از دست ندید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی با این دست. بای.